سلام، همراه ما باشید با مشروع خبرهای امروز. من ناصر مدنی هستم. آوازری هستم. ابتدا سر خط خبرها. در سومین روز از مذاکرات هسته‌ای میان ایران و 5+1 دو طرف خبر از رسیدن به مرحله تدوین توافقنامه دادند. تظاهرات مقابل کنسولگری ایران در اربیل عراق علیه اعدام‌های اخیر در کردستان. سیر نزولی قیمت ارز در بازار تهران تحت تأثیر مذاکرات هسته‌ای. به ظاهر مشکلات بین ایران و غرب در مذاکرات هسته‌ای حالا دارد یکی یکی از روی میز برداشته می شود. مذاکراتی که 10 سال پیش برای نخستین بار کلید خورد و هر بار یا بی نتیجه پایان یافت و یا اگر نتیجه‌ای هم در برداشت نادیده گرفته شد. امروز محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه خبر داده طرفین در سومین روز از مذاکرات هسته‌ای به مرحله تدوین توافقنامه رسیدند. او البته گفته ممکن است توافق نهایی امشب حاصل نشود. گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و غرب ظهر امروز به وقت محلی با نشست سه‌جانبه جان کری وزیر امور خارجه آمریکا، کاترین اشتون نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران ادامه یافت. در حالی که قرار بود پرونده این گفتگوها دیروز بسته شود، نه تنها طرفین توافق کردند که گفتگوها را برای یک روز دیگر ادامه دهند، بلکه وزیر امور خارجه چین نیز امروز به گروه مذاکره کنندگان پیوست. نشست امروز پس از گفتگوهای 5 ساعته نمایندگان ایران و آمریکا و خانم اشتون باز هم با حضور این 3 نفر شروع شد. در حالی که مذاکره کنندگان هسته‌ای به شدت درگیر برداشتن قدم‌هایی برای رسیدن به توافقی پایدار هستند، رضا نجفی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأیید کرده تهران دوشنبه هفته جاری میزبان یوکیا آمانو مدیر کل آژانس خواهد بود. جلساتی که جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در 5 مهر ماه و سپس 6 و 7 آبان ماه در وین برگزار کردن و ملاقاتی که جناب آقای عراقچی معاون حقوقی و بین المللی وزارت خارجه با آقای آمانو داشتن، دو طرف به صورت محتوایی موضوعات فیما بین رو بررسی کردن. جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد جدیدی رو مطرح کرد که این پیشنهاد شامل اقدامات عملی هست. این پیشنهاد مورد بررسی دو طرف قرار گرفت و در نهایت یک متن اولیه آماده شد که این متن مورد بررسی دو طرف داره قرار میگیره. در جلسه ای که هفته آینده 20 آبان ماه در تهران برگزار خواهد شد، پیش بینی میشه که این متن نهایی بشه و به توافق دو طرف برسه. همکارم علی شیرازی اینجا در استودیو با ماست تا مذاکرات امروز و چند روز گذشته ایران و غرب رو بیشتر مورد بررسی قرار بدیم. علی، خوش آمدی. ممنون. ظاهراً فرانسه مخالفت‌هایی رو با این دور از مذاکرات داشته. البته اینکه دقیقاً فرانسه چه گفته رو دیرتر در خبرها ادامه خواهیم داد، اما واکنش‌ها به این گفته‌های وزیر امور خارجه فرانسه در ایران چه بوده؟ من اشاره کنم که مخالفت فرانسه با مذاکرات در مورد موضع ایران مبنی بر ادامه فعالیت راکتور آب سنگین عراق بوده که این موضوع در رسانه‌های ایران و به خصوص در میان نمایندگان مجلس ایران واکنش‌های منفی رو در پی داشته. سایت تابناک به نقل از یک مقام آگاه در وزارت امور خارجه نقل کرده که پیشتر این آمریکایی‌ها بودند که مانع مذاکرات می‌شدن و سنگ اندازی می‌کردند و حالا این فرانسه است که مانع این کار میشه. از طرف دیگه آقای حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم گفته که گویی فرانسوی ها به دنبال باج‌خواهی در مذاکرات هستند و این بر عهده دیگر اعضای 5+1 که جلو این باج‌خواهی رو بگیرن و اجازه بدن که روند مذاکرات روند مطلوب خودش رو طی بکنه. صحبت از باج‌خواهی و مخالفت‌ها کردی. در ایران این تیم مذاکره کننده هسته‌ای بالاخره از سوی نمایندگان جمهوری اسلامی در مجلس حمایت میشن یا نه؟ بله، بعد از صحبت‌هایی که آقای خامنه‌ای کردن و حمایت قاطع خودشون رو از تیم مذاکره کننده
ابراز کردن. امروز هم نمایندگانی از جمله آقای اسماعیل کوثری که یکی از فرماندهان سابق سپاه و البته نماینده فعلی مجلس است، اونها رو سربازان نظام نامیده که باید حمایت بشن. آقای نقوی و حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی گفته که مردم و مجلس به تیم مذاکره کننده هسته‌ای اعتماد کامل دارن. آقای علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هم گفته که هیچ گونه ساز مخالفی نباید از داخل به گوش برسه و باید اجازه بدن که تیم مذاکره کننده با آرامش خاطر به کار خودش ادامه بده. آقای محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس هم گفته که مذاکره کنندگان هسته‌ای ایران از پشتیبانی مردم، مجلس و رهبری برخوردار هستند. حالا پس این مخالفت‌ها با مذاکرات از سوی چه کسانیه؟ مخالفت‌ها مشخصا از دو نفره. نفر اول آقای نتانیاهو است که به شدت با این هم مخالفت کرده و در صحبت‌هایی که با آقای جانکری دیروز روز جمعه داشته خشم خودش رو ابراز کرده و گفته که اسرائیل این توافق و این تعهدنامه رو به رسمیت نمیپذیره و برای خودش هر گونه اقدامی رو قائل هستش. او این توافق رو بد و نصف نیمه و اشتباهی تاریخی برای غرب توصیف کرده. اما از طرف دیگه آقای حسین شریعت‌مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان هم به صف مخالفان پیوسته، این در حالیه که آقای خامنه‌ای از حمایت قاطع خودش رو از تیم مذاکره کننده اعلام کرده بود. من حتی امروز دیدم که در سایت آقای خامنه‌ای کنار عکس آقای خامنه‌ای عکس تیم مذاکره کننده رو گذاشتن و از اونها به عنوان فرزندان انقلاب که دارن مذاکره میکنن نام بردن. اما با این حال امروز روزنامه کیهان توافقات در ژنو رو سراب توصیف کرده و آمریکایی‌ها رو به باج‌خواهی متهم کرده و نه مذاکرات. من از چند ساعت قبل که اومدم میدیدم که داری دائم جلسات رو پیگیری میکنی. سوال همیشگی من از شما اینه که حاشیه‌ای داشته که ما در جریانش باشیم؟ بله، من ابتدای به یک حاشیه با نمک اشاره کنم که سایت افکار نیوز اون رو انتشار داده که به پوشش خانم اشتون اشاره کرده که طی این سالهایی که با تیم مذاکره کننده ایران مذاکره میکرده، خب خیلی وقتها رسانه‌های داخل ایران مجبور بودن از فتوشاپ استفاده کنن برای اینکه تصاویر خانم اشتون رو قابل بازتاب کنن در ایران. اما به مرور این پوشش خانم اشتون به گونه‌ای شده که به گفته سایت افکار نیوز دیگه نیازی به این کار نیست و با عرف جامعه به ایران همخونی داره. از طرف دیگه یک منبع آگاه دیپلماتیک در تهران به سایت الف گفته که هر گونه شایعی رو در مورد تعلیق غنی‌سازی ایران رد میکنه. از دیگر حاشیه‌ها من میتونم به دیدار وزیر امور خارجه ژاپن با آقای حسن روحانی اشاره کنم که آقای روحانی در این دیدار به وزیر خارجه ژاپن گفته که ما آماده ایم که هر گونه نگرانی غرب رو در این مورد در مورد فعالیت‌های هسته‌ای خودمون رفع کنیم و تأکید کرده که غرب باید از این فرصت استثنایی که در اختیارش قرار گرفته نهایت استفاده رو ببره. ممنونم از حضور در برنامه امروز علی شیر. من هم ممنونم. لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه امروز به رادیو فرانس اینتر گفته نگرانی‌های اسرائیل و سایر کشورهای منطقه خاورمیانه هم باید در مذاکرات در نظر گرفته شود. مواضع فرانسه در قبال گفتگوهای هسته‌ای در میان مقامات ایرانی و رسانه‌های داخلی واکنش‌های زیادی داشته، تا جایی که بسیاری دیدگاه‌های این کشور را بزرگترین مانع در برابر رسیدن توافق در ژنو می‌دانند. وزیر امور خارجه ایران نیز پیشتر گفته بود فرانسه در مذاکرات از آمریکا لجبازتر است. دلیل اصلی فرانسه برای این مخالفت‌ها چیست؟ نظرات هوشنگ حسنیاری کارشناس روابط بین‌الملل را در این باره بشنویم. چند سالی است که فرانسه از اون سیاست دیرینه خودش در مورد خاورمیانه عقب نشینی کرده. در گذشته فرانسه مواضع مناسب‌تری می‌گرفت نسبت به مسائل. خیلی از مواضعی که از زمان آقای سرکوزی به این طرف گرفته دور بوده. چیزی که در مورد این پرونده هسته‌ای و این دو مشکلی رو که فرانسه میبینه، یعنی یکی بحث راکتور آب سنگین عراق که به نظر فرانسوی ها قادر هست که پلوتونیوم برای مصرف نظامی و تولید بمب اتمی استفاده بشه ازش، و دومی که بحث اورانیوم غنی شده 20% ایران که ایران چه کار میخواد بکنه تا اینکه این 20% رو به 5% تقلیل بده. اینا دو سوال مهمی است که فرانسه در این زمینه داره. به نظر من فرانسه نظیر بعضی از کشورهای دیگر
سعی میکنه که تضمینهایی رو که به دنبالش هست به دست بیاره. این در به اصطلاح چانه‌زنی های سیاسی یک امر کاملا معمولی است. بایستی دید که 5 کشور دیگر در کنار فرانسه اونها چه موازهی دارن، آیا این خوشبینی هایی که از جانب وزیر خارجه انگلستان، بریتانیا مطرح شده، همینطور محتاطانه از جانب آلمانی ها، اونها چه حرفایی دارن و به خصوص روسیه و چین که به گفتگوها میپیوندن اونها چه موازی دارن. میشود گفت که تا به حال موضع آمریکا علارغم فشارهایی که از جانب عربستان و از اسرائیل متوجه دولت اوباما بوده مواضع بهتری بودن، یعنی که با تعامل بیشتری با این مسئله برخورد کردن. و بایستی دید که آیا فرانسه در صدد این هست که جای سابق آمریکا رو در این مورد بگیره، همونطوری که به عنوان نمونه در موارد دیگری مثلا در بحران لیبی فرانسه چون این کاری رو کرد، و یا اینکه در بحران کشور مالی. در نتیجه به نظر من اگر که در بین گروه 5 به علاوه 1 بیش اکثریت کشورها موافق این باشند که بایستی به توافق با ایران دست پیدا کرد و که این توافق روش به شکل روشن و شفافی توانایی های ایران و برنامه های ایران برای رسیدن به توافق نهایی رو روشن میکنه، در نتیجه به نظر من فرانسه ضمن این که به عنوان یک کشور عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل حق وتو در این سازمان داره، ولی در این گروه 5 به علاوه 1 ممکنه که منزوی بشه و به طور قطعی این چیزی نیست که فرانسوی ها خواهان اون هستند. تحلیل هوشنگ عزنیاری کارشناس روابط بین الملل را درباره آخرین اخبار مربوط به مذاکرات هسته‌ای شنیدیم. و حالا نگاهی می‌اندازیم به اخبار کارگری امروز. 130 نفر از کارگران کارخانه شرکت گروه صنعتی فلات کوهرنگ 4 ماه است که حقوقی دریافت نکردند. استاندار قزوین، بیش از 35% از اشتغال قزوین در اختیار کارگران مهاجر است. عصر دیروز تجمعی در برابر کنسولگری ایران در اربیل انجام شد، تجمعی که در آن افراد شعارهای علیه مسئولان جمهوری اسلامی به خصوص آیت الله علی خامنه ای سر دادند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در نهایت نیروهای امنیتی اقدام به پراکنده کردن تجمع کنندگان کردند. مسئولان جمهوری اسلامی تاکنون واکنشی به این اتفاقات نشان ندادند. تجمع کنندگان دیروز چه کسانی بودند و خواسته آنها چیست؟ آزاد محمد، روزنامه نگار ساکن اربیل عراق، در این باره به ما چنین گفت. دیروز ساعت 2 بعد از ظهر بنابر درخواست کمپین نه برای اعدام، شمار زیادی از افرادی که مخالف اعدام زندانیان سیاسی کردستان ایران و همچنین بقیه مناطق ایران بودند، طبق برنامه از پیش تعیین شده‌ای در پارک شاندر تجمع اعتراض آمیزی رو برگزار کردند که شعارها عبارت بود از مخالفت با اعدام زندانیان سیاسی در ایران و همچنین خواستار مسالمت آمیز بودن ادامه روند تجمع بود. افراد شرکت کننده در تجمع هم اکثریت از اعضا و هواداران احزاب اپوزیسیون کردستان ایران بودند. بر طبق
آنچه که مشاهده شد می شود شمار تجمع رو بیشتر از 1000 نفر برآورد کرد که در ساعت 5:30 تا 6 بعد از ظهر هم بعد از خواندن بیاننامه همین کمپین و سخنرانی بعضی از افراد کمپین و شخصیت هایی که در آنجا حضور داشتند تجمع به پایان رسید که البته قرار بود این تجمع به طرف کنسولگری ایران باشه، اما بنابر درخواست اداره امنیت کردستان عراق در اربیل بخش فعالیت های مدنی دوستان برگزار کننده گفته بودن که حق ندارن طرف کنسولگری ایران برن، هرچند که قبلا مجوز صادر شده بود و در نتیجه همونجا تجمع تموم شد. اما گویا افرادی حالا از این یا خودسر به طرف کنسولگری رفته بودن. البته امروز هم وزارت کشور کردستان عراق تجمع مقابل کنسولگری ایران رو که گویا با سنگ‌پرانی هم همراه بوده محکوم کرد. از آقای آزاد محمد همچنین پرسیدیم آیا در تجمع دیروز کسی هم دستگیر شده؟ دیشب چند نفر از افرادی که در همین کمپین عضو هستند و از مسئولان این کمپین هستند و مجوز به اونها صادر شده بود، بنابر درخواست اداره امنیت کردستان عراق یا همون بگیم آسایش، دستگیر شدند و تا به حال هم از هیچ خبری از وضعیت اونها در دسترس نیست. که البته گویا به این افراد گفته شده شما مقصر هستید از اینکه افراد جلوی کنسولگری ایران تظاهرات کردن و سنگ پراکنی کردن و گویا خسارت مادی رو به کنسولگری وارد آوردن. در چند روز قبل هم، یعنی در هفته قبل هم، افرادی خواستار تجمع جلوی در کنسولگری ایران در اربیل شده بودن که با آنها به تندی برخورد شد و نتونستن در اونجا تجمعی برقرار بکنند. البته شایان ذکرم هست در سلیمانی چند روزی هست که گروهی از افراد کمپین مبارزه با اعدام اعتصاب غذا کردند و دقیقا همجور در کنسولگری ایران نشستن و در سلیمانی برخوردی با آنها نشده. اما در اربیل به خاطر جو پایتخت بودن حکومت اقلیم کردستان عراق این حساسیت هم ایران و هم حکومت اقلیم بیشتر هست. طبعاً هم از وضعیت دوستانی که دستگیر شدن نیست. نظرات آقای آزاد محمد روزنامه نگار را درباره حمله به کنسولگری ایران در اربیل عراق شنیدیم. محمد عبدالله پور جانشین فرماندهی لشکرسه حمزه سید الشهدای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دیروز در یک حادثه رانندگی در کوهستان قندیل در شمال غربی ایران کشته شده است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، یکی دیگر از پرسنل سپاه پاسداران نیز به همراه او در این حادثه کشته شده. خبرگزاری‌های ایران می‌گویند که آقای عبدالله پور و همراه او مشغول بازدید از یگان‌های عملیاتی سپاه در کوهستان‌های شمال غرب و منطقه قندیل بودند. گزارش شده که خودروی آنها به دلیل شرایط نامساعد آب و هوایی و لغزندگی سطح جاده منحرف و به دره سقوط کرد. کوهستان قندیل در منطقه مرزی ایران، عراق و ترکیه قرار دارد و برخی گروه‌های کرد مخالف دولت ایران و ترکیه در این منطقه فعالند. و حالا یک جمله یک خبر. معاون فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه: گرایش به لباس‌های غربی نوعی بت‌پرستی است. عضو هیئت علمی جامعت المصطفی: بی‌حیایی موجب افزایش دوستی دختر و پسر شده است. یک عضو مجلس خبرگان رهبری:
کسی حق توهین به نطفه روحدار را ندارد. خالد الصالح سخنگوی رسمی ائتلاف ملی اپوزیسیون سوریه اعلام کرد که این ائتلاف در انتظار دریافت دعوت رسمی از سازمان ملل متحد برای حضور در کنفرانس بین‌المللی صلح سوریه موسوم به ژنو 2 است. به گزارش خبرگزاری فرانسه الصالح تاکید کرده که سازمان ملل باید تنها برگزار کننده کنفرانس باشد. این سخنان هنگامی مطرح شده که ائتلاف ملی اپوزیسیون سوریه برای تصمیم گیری بر سر مشارکت در کنفرانس ژنو 2 در شهر استانبول ترکیه تشکیل جلسه داده. آمریکا و روسیه بر سر برگزاری کنفرانس بین المللی صلح سوریه توافق کردند. این توافق از حمایت غرب و کشورهای عربی برخوردار شد، اما ابهام در حضور دولت و مخالفان سوریه زمان برگزاری کنفرانس را نامشخص کرده. سخنگوی ائتلاف ملی اپوزیسیون سوریه تاکید کرده که این ائتلاف در هر روند صلحی که به خواست مردم سوریه در برکناری اسد از قدرت جامعه عمل بپوشاند شرکت خواهد کرد. منابع غربی از احتمال نشستن اردن بر یکی از کرسی‌های اعضای غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد به جای عربستان سعودی خبر می‌دهند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد که 193 عضو دارد ماه گذشته عربستان سعودی را به عنوان یکی از اعضای غیر دائم شورای امنیت برگزید. این کشور اما در اعتراض به شکست شورای امنیت در حل بحران‌هایی همچون جنگ داخلی سوریه و مناقشه فلسطینی اسرائیلی از پذیرش این عضویت امتناع کرد. با این وجود عربستان سعودی هنوز به طور رسمی این تصمیم خود را به سازمان ملل اعلام نکرده تا انتخابات جدیدی برای انتخاب یک عضو غیر دائم دیگر برگزار شود. برخی دیپلمات‌ها می‌گویند اردن با توجه به موقعیتش و حضور شمار زیادی از آوارگان سوری در سرزمین‌هایش احتمالاً جایگزین عربستان سعودی در شورای امنیت می‌شود. برآوردهای اولیه سازمان صلیب سرخ از کشته شدن دست کم 1200 نفر در طوفان‌های فیلیپین حکایت می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه بیش از 1000 نفر در شهر ساحلی تاکلوبان جان خود را از دست دادند و حدود 200 نفر دیگر هم در اقلیم سامار کشته شدند. طوفان هایان که فیلیپین را در نوردیده شدیدترین طوفانی است که تاکنون در خشکی روی داده. پیش از طوفان دولت فیلیپین به مردم مناطق ساحلی هشدار داده و بسیاری از ساکنان را به مناطق امن‌تر منتقل کرده بود. از همین رو با توجه به حجم ویرانی‌ها که گفته می‌شود شهر تاکلوبان را با خاک یکسان کرده، میزان تلفات نسبت به پیش‌بینی‌های قبلی کمتر بوده است. نوری المالکی نخست وزیر عراق از میانجیگری آمریکا برای بهبود روابط میان کشورش و عربستان سعودی خبر داد. المالکی در یک گفتگوی تلویزیونی اظهار داشت که عراق سودی در روابط تنش‌آمیز با هیچ کشوری نمی‌بیند. تنش‌های فرقه‌ای در عراق به تنش میان این کشور و برخی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس منجر شده و حالا سر می‌زنیم به آن سوی میله‌های زندان. میر حسین موسوی و زهرا رهنورد دیروز با دختران خود در ساختمان امن وزارت اطلاعات دیدار کردند. در پنجمین روز اعتصاب قضای زندانیان عقیدتی اهل سنت محکوم به اعدام در زندان قزل‌حصار، وضعیت جسمی حامد احمدی و جمشید دهقانی وخیم گزارش شده است. حسین رونقی ملکی وبلاگ نویس و فعال حقوق بشر زندانی در زندان اوین در وضعیت وخیم جسمی به سر می‌برد و به همین دلیل چند روز پیش به بیمارستان منتقل شد. سایت کلمه نوشته نتیجه آزمایش‌های آقای رونقی نشان می‌دهد غلظت خون او بالاست و باید هر چه سریع‌تر از او خونگیری شود تا به گفته پزشکان دچار عوارض خطرناک غلظت خون نشود. آقای رونقی فعال وبلاگ نویس و از منتقدان حکومت ایران است که از سوی دادگاه انقلاب به اتهام توهین به رهبر و رئیس جمهوری وقت به 15 سال حبس تعزیری محکوم شده و از سال 1388 در زندان به سر می‌برد. او پیش از این نیز در شهریور ماه امسال بر اثر اعتصاب قضا در وضعیت نامناسبی قرار داشت، تا جایی که فعالان حقوق بشر و سیاسی نسبت به مرگ تدریجی او هشدار داده بودند.
مسعود و خسرو کردپور روزنامه نگاران زندانی در کردستان در مجموع به تحمل 9 سال و 6 ماه حبس تعزیری محکوم شدند. حکم این دو پس از حدود 9 ماه بلا تکلیفی در زندان صادر شده. خسرو کردپور مدیر خبرگزاری موکریان و مسعود هم برادر او و روزنامه نگار است. آنطور که خبرگزاری موکریان نوشته، خسرو کردپور به اتهام تبانی و اجتماع علیه نظام به 5 سال و برای فعالیت تبلیغی به 1 سال حبس تعزیری محکوم شده. برادرش مسعود کردپور نیز باید 3 سال حبس تعزیری برای تبانی و اجتماع علیه نظام و 6 ماه را نیز برای فعالیت تبلیغی علیه نظام تحمل کند. حکم صادر شده از سوی دادگاه بدویست و آنطور که وکلای این دو به خبرگزاری موکریان گفتند به این حکم اعتراض خواهند کرد. خانواده مهدی کروبی نامزد معترض و در حصر انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و جمعی از فعالان سیاسی نیز به جمع کسانی پیوستند که از عبدالفتاح سلطانی، امیر خسرو دلیرسانی، سعید مدنی و مهدی خدایی خواستند که به اعتصاب قضایی خود پایان دهند. کسانی که از روز شنبه در اعتراض به وضعیت زندانیان بیمار که نیاز به رسیدگی پزشکی در خارج از زندان دارند، دست به اعتصاب قضا زدند. پیش از این محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران تعدادی از خانواده‌های زندانیان سیاسی و برخی از خانواده‌های کشته شدگان در اعتراضات انتخابات ریاست جمهوری 4 سال پیش نیز درخواست‌های مشابهی را مطرح کرده بودند. امروز نرخ ارز تحت تأثیر مذاکرات هسته‌ای سیری نزولی به خود گرفت. آنطور که خبرگزاری مهر نوشته، در پی انتشار خبرهای خوشبینانه از گفتگوهای هسته‌ای در ژنو، قیمت دلار در ایران کاهش یافت و به حدود 3000 تومان رسید. آنطور که در خبرها آمده، قیمت سکه هم امروز کاهش یافته. جزئیات بیشتر تغییر قیمت‌ها را با هم ببینیم. امروز دلار با 190 ریال کاهش نسبت به روز پنج شنبه در بازار تهران 30000 ریال فروخته شد. پوند با 450 ریال کاهش 47900 ریال به فروش رفت. نرخ فروش یورو نیز با 510 ریال کاهش 40320 ریال. سکه بهار آزادی طرح جدید هم با 260000 ریال کاهش نسبت به روز پنج شنبه 9210000 ریال در بازار تهران معامله شد. پزشکان 40 سال پس از درگذشت پابلو نرودا، شاعر مشهور شیلیایی، میگویند این شاعر بلند آوازه نه بر اثر تزریق سم بلکه بر اثر ابتلا به سرطان جان خود را از دست داده. پیشتر راننده آقای نرودا گفته بود او در اثر تزریق سم فوت کرده است. این سخنان نبش قبر پابلو نرودا را در فروردین گذشته به همراه داشت. نرودا دیپلمات و فعال چپگرا بود. زمانی عضو حزب کمونیست شیلی شد و مدتی هم در سنای این کشور مشغول به کار شد. اما آنچه آوازه او را به خارج از مرزهای شیلی برد، نه فعالیت‌های سیاسی او که اشعار عاشقانه‌اش بود. کسی که شعرهایش بارها و بارها به زبان فارسی نیز ترجمه شده. نرودا در سال 1971 جایزه ادبیات نوبل را به خود اختصاص داد. شاعری که 2 سال پس از دریافت این جایزه و 12 روز پس از برکرانی سالوادور آلنده، رئیس جمهور وقت شیلی، جان خود را از دست داد. خانواده نرودا اما همچنان میگویند از نتیجه آزمایش‌های صورت گرفته راضی نیستند و خواهان بررسی بیشتر موضوع مرگ این شاعر هستند. با سپاس از همراهی همه شما عزیزان با این مجموعه خبری. شب و روزتان خوش. Thank you.